اینجا دیگر کجاست هزاران هزار متر پارچه سیاه میخرند و شهر را سیاه پوش می‌کنند برای نزدیکی به خدا آنگاه هزاران هزار کودک در سطح شهرشان با لباسهای پاره دستفروشی می‌کنند. در ده روز محرم میلیونها ظرف غذا برای رضای خدا به یکدیگر هدیه میدهند آنگاه هزاران نفر در چند شب بعد شب را با شکم گرسنه صبح می کنند میلیون ها تومان تجهیزات میخرند برای اینکه در آن از عدالت خدا و بهشت و جهنم صحبت کنند زمانی که بعضی از کودکان سرزمینشان پول خرید تجهیزات اولیه تحصیلیشان را ندارند ساعتها با زنجیر بر گردن و سر و کله و سینه خود میزنند هنگام کار کردنشان کمترین میزان کار مفید را دارند تا شهری در کشوری دیگر پیاده می روند اما از پل عابر همان خیابان خودشان بالا نمی روند ساعتها برای با غیرت بودن کسی گریه می کنند فردایش به دختر پانزه سالم رحم نمی کنند واعظانشان از مال حلال و انسانیت حرف میزنند. بیشترین آمار اختلاس و خوردن مال مردم مربوط به خودشان است. یک تکه پارچه را به یک تکه آهن میکشند و برایشان مقدس می شود. اما قدرت تفکرشان هیچ وقت قداستی پیدا نمی کند. زیر یک تکه آهن میروند، خیابان را بند میآورند برای رضای خداش. شب بعد با ضربات چاقو همدیگر را تیکه تیکه می کنند. برای نشان دادن قدرت هزاران لیتر شیر را به بهانه نخوردن شیر کودکی در هزاران سال قبل در دو روز بین همدیگر تقسیم می کنند چندی بعد کودکان شهرشان به دلیل تغذیه نامناسب دچار هزاران نو مرض می شوند اینجا ایران است نماد یک کشور مذهبی